ببینید هر آدمی قطعا یک ایراداتی داره، من هم از اون آدم ها مستثنا نیستم، قطعا ایراداتی دارم، ولی دروغ جزء خط قرمزهای زندگی منه. یعنی تو اسمت طهمورث خانجانیه؟ آره. آخه ببینید کی میتونه مثلا اسمش دروغ بگی؟ شاهده رو بگیم میشن داخل، چیز دیگه میخواهم. من چیزی نخواستم. سلام، چطوری سروش؟ سلام سروش. سلام سروش. سلام سروش. سلام علیکم. خب حالا چی؟ خب چی؟ خب دیگه ببینید من همونجوری که گفتم هر انسانی ممکنه یه ایراداتی داشته باشه. من ایرادم اینجا این بوده که فراموش کردم اینو خدمت شما عرض کنم که من اسم شناسنامه ایم طهمورث خانجانیه، تو خونه سروش صدا میکنن، برای بچه ها همه سروش صدا میکنن. برو جیم کن خودتو. سروش یساری. آها خب حالا از اول خوب تعریف کن ببینم. بله ببینید چیزی که اولین چیزی که من از خودم به یاد دارم این بود که گند 3 سالگی تو چه به کار من میاد پسر؟ میخوای روند پرونده رو کند کنی؟ آره نه 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 ببینید من الان این نمیگفتم، شما پس فردا دوباره میوردید منو اینجا میگفتید چرا اون دستو بینید کردی تو 3 سالگیت به ما نگفتی، یه سری دیگه برای محاکمه میخواستید بکنید. من گفتم الان بگم علاج وقوع قبل از باقی. خیلی خوب از جلو تری شد. سروش جان، پسرم سروش. سلام بابا، متوجه نشدم اومدین. سلام عزیزم، دیدم غرقه در درساتی. خب تو یه روزی انشالله مایه مباهاتی خانواده میشی. سعیمو میکنم، همینی که راضیه خیلیه. خب عزیزم ببین، بیا این آبحویجی بخور، چشمان ضعیف نشه. لازم فساد درسات یه توقفی بکن، یه استراحتی بکن، درس زده نشی. خب این بابا خیلی فکر کنه دانشمندی ها. بابا دیمونه داشت میفهمی با ما بزار بقیه فیلم ببینیم دیگه. این زبون اصلی هم خیلی عالی دا. آتیش کن ببینیم. بودو ای بابا، تو نمیخوای همکاری کنی پسر؟ آقایون شروع ده فرمان بیرون، ما با خصوصی صحبت کنیم. خداحافظ آقا سروش. خداحافظ سروش. خداحافظ سروش. خداحافظ. اومده بیرون یه سر پیش ما هم بیا. علم از زیاد تو بازجوییاتون جبران کنم. خیلی خوب، حالا بشین مثل بچه آدم همه چیز رو این برگه بنویس. منم نیم ساعت دیگه برمیگردم، برگه رو ازت میگیرم. از شبکه هم شروع کن. شبکه. من سروش یساری هستم. سالها قبل برای ادامه تحصیل اومدم این ورا. اوایل مجبور شدم برای تأمین هزینه های تحصیلم تو پیتزا فروشی ناساکو که به ناسا معروف بود مشغول به کار بشم. هجوسانه متانه کرو بیتی کرو شیما ایران سنو زتا کزارتا. هجوسانه متانه کرو بیتی هیروشیما ایران ستو زتا کزارتا. از طریق همین کارم بود که پای من به اون شبکه باز شد. و
راستش از دیدن یه همچین شبکه فارسی زبون این هم تو نزدیکی محل کارم به فهمی نفهمی یه ذره گیر شده بودم، اما نمیدونستم که بزرگترین درد سرای زندگیم قراره که شروع بشه، اونم از همینجا، اتاق مدیر کل شبکه آقای صبور. خب منم دارم اینجا شبکه رو مدیریت میکنم. مدیریت هزینه چیه؟ من بهترین عملکرد و بین‌المللی تماشاگرها دارم. اصلا شما گوش کن، میخوای یه روز اونجا نگذاری شما رو ببینید. آقای محترم، هر گوش بده. چه هم آمد نمیتونم گوشی شبکه رو بکنم تحقیق میکنی منو ببخشید، شما پیتزا میخواستی؟ من تقریبا هر روز برای اونا غذا میبردم و میبردم و میبردم تا اینکه یه روز یه نگاه مسیر زندگی منو عوض کرد. خب از تو زنگ بزنم 911 شادی فریاد. ها؟ خوب از تو؟ بله خوبم. خورد اینجا؟ چرا؟ همش تقصیر مدیر مزخرف اینجاست دیگه، اینقدر آدم بی‌لیاقت پاچگیره، بیان دیگه هرکی میخواد از دفترش بیاد بیرون یا بره تو دفترش، هیکل آدم با استرس یکی میشه. حالا اصلا هرچی ما اصلا تو پیتزا فروشی بچه ها در جریان، هر وقت ما برای پیتزا بیاریم اینجا بچه ها میفهم گلاب بره تو ملاب بره تو توف میندازن تو پیتزاش، اختوف میکنن پیتزاش. نه حرف جلوشون نمیگیرم، میام بس نرد نکنم. بعد حسب لیلی صبور، دختر آقای صبور، مدیر اینجا. اینجا که آیا این شبکه فارسی زبون هست که همشه پیتزا میاره مرشون؟ این شرکت بازرگانی هستش، این روبرو اون یه مدیر بی لیاقت پاچگیری اون داره، اونو من عرض می کردم. اینجا که جناب صبور فرموده ایشون که جای پدری اینقدر عزیز، اینقدر والا مقام، اینقدر وارسته، اینقدر مدیر لایقی هستن، ما همیشه بچه ها گل میریزن تو پیتزاشون، بوس میکنن جواب پیتزاشون. آهان. نیست آقای صبور، هست مدیری والا مقام، برای همین هر کس که آمد و رفت کرد اینجا باید باشه والا مقام. شما هست آقای؟ من سروش هستم، خوش آمدید. سروش، پس باش والا مقام. درچه من والا مقام میشم، آدم میشم، من میام اصلا آدم اینجا میشم. شروع کار تو شبکه خیلی هم آسون نبود، هرچی هم که من پیشرفت میکردم شرایط سخت تر میشد، ولی من در مقابل همه این سختی ها وایسادم و حقم رو گرفتم.
هر سختی رو تحمل میکردم تا اینکه بالاخره مشاور شبکه شدم و در تمام این مدت تنها کسی که همیشه دستم رو میگرفت آقای صبور بود. پسردائی من از اون دست جوانهاییه که فکر میکنه حقش تو ایران خورده شده و اگه هر جای دیگه دنیا بود به صداش احترام بیشتری گذاشته میشد. تو یه روز گفتی بمون تنهات گذاشتم، تو گفتی برات میمیرم ولی من دوست نداشتم، هرچی تو خوبی میکردی من ازت فاصله داشتم، من که لیاقت این همه خوبی رو نداشتم، دیگه نمیخوام بازم از تو بخونم، دستات سرد میدونم، میخوام تنها بمونم، دیگه فایده نداره دردم چاره نداره، موندن با تو خیاله، برگشت تو محاله. آفرین آفرین، شما تو موزیک آینده دارید. جدا آقا؟ بله. ممنون، نظر لطفتونه. بعدا بهتون تماس میگیریم. ممنون میشم. خیلی ممنون. قربان شما. نفر بعدی. سلام. سلام. شما نفر بعدی هستین؟ نه خیر، اومدم خدمتتون بگم چه نفر بعدی با منه. با شما؟ شما خود کی هستی؟ من؟ از اساتید محترم بعیده که ایجنت استان رو نشناسن. من ایجنت استانم، یعنی که بهترین صدایاب استانم. برو آقا، فقط توی موزیک دلالی نداشتیم که اونم دارین شروع میکنیم، اگه تصدا داشته باشه ما راش میندازیم. چشم، خیالم راحت شد که کارش نامی افتاد. برو شما. دست شما در نکنه. بفرمید. اگه خواننده چیزی هم خواستین دارم و مجالس فنا اینا. بفرمید شما. چشم. بیا برو. بفرمایید نفر بعد. سلام. ببخشید ایشون هستن. گلاب بروتون. اینم از پسردائی هنرمند بنده آقا پرهام. آره عزیزم، قربونت برم. ببین یه خواننده کار درست پیدا کردم، هم صداش خوبه هم خوب پول میده. آره ببین، هرچی پول ازش بگیرم نصفشو میفرستم برای تو، نصفشم پیش خودم جمع میکنم که بیام پیشت. آره مهربون، قربونت برم. این نه، این که صدای اون نیست، نه این صدایی که می... نه حساب کن خوانندگی ما پیدا کنیم این باشه. نه این از... نه یه یارو توه داره میخونه. این دلم برات تنگ شده، قربونت برم. الو ببین، نوبت خواننده من شد، دارن صدا هم میکنن. خدا چی شد؟ میبینی چجور با آدم برخورد میکنن؟ میبینی چجور آدم زایه میکنن؟ اصلا این طرز برخورد با یه استعداد موسیقیه؟ نمیفهمن اینا استعداد موسیقی چه میدونن چیه؟ تو قضیت مثل جوجه اردک زشته که بالاخره یه روزی قاز شد. قاز نشد که، اون قوق شد، گوسفند شد، هرچی که شد داداش. تو کار درست میشه، خیالت راحت بشه. اینا نشستن اینجا که صداهای خفن رو ضایع کنن، بره فامیلای خودشونو بیارن، ولی من یه تنه جلوشون وای میستم تو رو جهانی میکنم. یعنی تو میگی به من حسادت میکنن؟ آره حسادت میکنن، میخوام فامیلای خودش به زرخانه، به سلیایی، به سرمو اینا رو بیارن خواننده کنن. حتی به سرمه؟ آره برشون کن، من هستم، خیالت راحت. بیا بریم. ببینم دستم شکست. بشکنه. من از دست تو چیکار کنم آخه؟ شما یه لحظه تصور بکنید الان لیلی خانم تشریف بیارن ببینن من و شما رو تو این شرایط، نمیگن الان پدر من داره چیکار میکنه با این؟ اسم دختر من نیار. سروش، من رو تو حساب کرده بودم. به جون لیلی خانم، من اصلا کت باییم. آی مشی بفرمایید بیرون، امروز روز نظافت اینجا نیست. بفرمایید. قربون، بنده مسئولیت کاریم ایجاب میکنه که هر پنجشنبه بیام اونجا من شما رو بشورم. خب امروز چهارشنبه است، اومدیم من رو بشوریم. امروز چهارشنبه؟ قربون شما الان باید از من تشکر کنید، دارید از من ایراد میگیری. ما برنامه همون یه رو جلو افتاده. سالی به دوازده ما اینجا کثیفه که بره بسته دیواره ها. برو بیرون واسه من نظافتش گرفته. برو آقا. آقا خودتون خواستینا. بفرمایید.
تو هم؟ آی، بله. چی شد؟ چونه دوری خانم من کتایی رنگ کردم باور کنید داییم الان درگیر این خلبازی های پسر داییمه این ذهنش زره مشغول دل به کار نمیده این اصلا به من ربطی نداره من پول فرمونو باید بدم چی کار کنم؟ برای جور میشه من الان زنگ میزنم به پسر دایی میگم پسر داییم کتاب بیاد از این خلبازی های خب دیگه دست برداره از این کاراش این پول جور میشه من نمیذارم پیش پدر زن آیندم روسیه و بشم خیالتون راحت بشه خیالتون سروش اگر که پول نشه من خودتو پول میکنم من پسردایی تو نمیشناسم من تو رو میشناسم چه صدایی میده آقا ببخشید شما مطمئنی که امروز چهارشنبه است آقا این متوجه نیست علی اجازه بدید من برم سفت توجیهش بکنم آره برو سفت بیا توجیهت کنم ببین من نظرتو راجب صدای بی نظیرم قبول دارم ولی من به جستو نیاز به طرفدار دیگه هم دارم میدونی این مشکل هست نوزاد باید یه داروی نوز غیب کن برات بگیرم هر روز بمانی به نوزاد بعد یه هفته میبینی کلن دیگه نوزه نده وقت صدات باز میشه آرش خطرناک نباشه چرا خطرناک نباشه اینجور دفعه اولمه داشت 200 خواننده زیر دست من این دارو رو مصرف کردن کلی هم معروف شدن صداشون هم باز شد چقدر دیگه باید پول این داروها رو بدم؟ ببین من یه پروسه ای رو در مورد تو شروع کردم اول از زبونت شروع کردم رسیدم به فک بالات بعدش تارای تو صوتی و حالا هم لوزت شوشاتم باز کنم به خواننده خوش صدا میترسم دیگه با پرویزم پشتمو خالی کنه بهم پول نده نه نگران با پرویزت نباش اون دیگه عمر خودشو کرده همه خرجاشو تو زندگی کرده الان امید شماها این تو زندگی برای شماها خرج میکنه میدونی اون دیگه با هیچی حال نمیکنه جز تو سلام پرویز چطوری خانومم؟ الان حوصله ندارم ببینم مشکلت با پسرت حل شد؟ نه بابا پسرت دراز بیقواره فکر کرده که اینجا پول علف خرسه که تو حل قیمت چه من بریزم تو میدونی من واسه یک قرن یک قرن این پولا چقدر باید اضافه کاری بدم به اون مرغای بدبختم چه فشاری باید رونا بیارم؟ آقا قانون کار 8 ساعته مرغا فردا میدونم دست من شکایت میکنن به صنف بابت هر تخمی که اینا میذارم میدونی چقدر استهلاک داره؟ باور کن این پول رو من خرج یک جغد میکردم کلی برای من الان جیک جیک میکرد ببین باید این پسره دراز بفهمه که از پول خبر نیست تمام یعنی برای منم پول نیست؟ برای تو که من زندگی من میدم هر چی که دارم مال توه تو فرق میکنی واسه تو که این مرغای من دندشون نه باید بیشتر تلاش کنن بله اصلا کلش برم به وزارت خونه از دست من شکایت کنن در مورد تو اصلا فرق میکنه الان پول میخوای من سریع برات کارت به کارت میکنم الان تو خونه ای؟ حرفا میزنی یا من اگر خونه بودم یعنی اگه زن من میفهمید من تو رو هم گرفتم به نظر تو یک مو تو سر من میذاش یعنی تو نمیخوای هیچ وقت بهشون بگی میگم ان شاء الله بعد از مرگم میگم شلا اگر خدا بخواد که من مردم حتما میگم تو وصیت نامم نوشتم اینو که همه آخه اگه من بمیرم همه خبردار بشن ولی یک چیزی هست خاک منو نباید به این سوسن خانم بگین کجاست چون اگر بفهم خاک من کجاست میاد با لودر خاک منو زیر رو میکنه و استخونای منو میندازه جلوی سگا آره بعدش هم الان دیگه یه خورده قضیه چیز دیگه من زودتر برم آره یا تو زایه نشدم باش خدافظ اوف اوف خدا اوف سوسن خانم عبره کنم صدای من رو فکرم داره میشنه ندید تو یک شوخی میکرد یکم قارقار کن سوسن خانم جانم یکم قارقار کن سوسن خانم میبینی من اله خطرناکه خواهر من هوای این پرها و بدبختی پسرتون داشته باشین
اینقدر فشار بهش وارد نکنی، یه محفظی واز بزنی. آخه اینجوری که نمیشه، جوونه. قبول دارم داداش، ولی تقصیر منه. من چیکار کنم؟ حریفش نمیشم. یه کاری بکن. پرویز حرف من گوش نمیده. سلام بر سوسن خانم، بزرگترین ستاره قلبم. ای کسی که اگر تو نباشی من از بین خواهم رفت. ای آنجلا گولی من. باز چه گندی زدی داری چاپلوسی میکنی، گند کاری تو پاک کنی. شما مربوط نیست آج. شما دخالت نه. شما این فکر رو ببن. فهمیدی یا نه؟ شما مهر عاطفه حالی نیست کلا. خشن، خفن. شما اگر مهر عاطفه حالی بود اون خواهر بدبخت بیچاره منو شما نمی‌کشتی، قاتل. آخه این خواهر مثل دست گل من که دلو دستای تو مرد شالاتان پرپر میشه. آقا بی بگو با من زیاد کلکل نکن، من از این بدم میاد. آقا جان بکن. آقا کنده باش کلا. دست از سر من بردار، انقدر با من کلکل نکن. آقا پرهام کجاست؟ رفته تست صدا بده. قربونش برم، تا الان حتما جایزه‌ش هم گرفته بچه. خانم انقدر دل به این صدای بچه نبن، این صدای نیست از این بچه، این با غارغار شبیه. باور کنی من این بچه رو بردم مرغداری، به جان همین دکتر رفت تو مرغداری برای مرغا خون، 40% کلن تولیدمون اومد پایین. خط اینجوری شد، یعنی اگه دو تا آوازیگه میخون کلن مرغا همه نازا میشدن، ما برای شکست کارمون تموم. آقا بهت اختیار میکنم، با این پسر داری بد تا میکنی. آقا جان بچه من هر کار میلم دوست دارم با این بچه میتونم انجام بدم. شما نمیخواد در مورد بچه من دخالت کنی. شما اگر راست میگه برو بچه خود تا ته خارج جمع کن. ببین درسته پسر توه، ولی خواهرزاده منم هست، پسر برادر همسر متوفای منم هست، داماد منم هست. برای که گیج نشید من یه توضیح بدم. این دوتا آقا خواهرای همدیگر رو گرفتن، یعنی من داییم و عمم زن و شوهرن. پرهام در از هم پسر دایی منه، هم پسر عمم. عمم هم که با حفظ سمت زن داییمه و داییم هم با حفظ سمت شوهر عمم. بابام هم با حفظ سمت شوهر خواهر داییمه. مامان خدا بیامرزم هم زن برادر عمم میشد. راستی این پرهام نامزد خواهرم هم هست، اصلمون. آقا جان شما که اینقدر نسبت داری با این بچه ما، شما بیا برو نونشو بده. بیارم نونشو میتونی بدی؟ ای مفخور، چون اون مثل تو یک مفخور دیگه. بچه حلال زده به داییش میره. آقا برو نونشو بده. پرویز آخر این بچه دست تو معتاد میشه. بترس از اون روزی که این میکروفون رو بذاره زمین. وافور برد. وافور؟ ایکی که از این در اومده. بفرما. آقا خودش کمه، باز برداشته یکی دیگرم به دوم خودش برداشته، برداشته آورده اینجا. میگم پرام مزاحمتون نباشم. بابا تو ماشین مخ ما رو میخوردی که هر جور هست امشبو بمونی، حالا مزاحمتون نمیشم چیه بابا؟ تعارف نکن بیا. نه بابا چه تعارفی، من اگر اینجا میخوام بمونم نمیخوام برم خونم، اون بخاطر اینکه با صاحب خونم رخ تو رخ نشم. پیله کرده آره، چند روز اجارمون عقب افتاده. پیله کرده آقا اجاره تو ندی، اساس تو خیابونه فلان اینا، میخوام جر و بس نشه و بزنم شل و پلش کنم، برای همین موندم پیشه. ای بابا مردم چقدر بی انصاف شدن. حالا بگو دو روز صبر کنیم اگه چی میشه. حالا چند روز عقب افتاده اجارت؟ 230 روز. 230 روز؟ آره 230 روز. بابا 230 روز که میشه 8 ماه که. خب بشه 8 ماه. اب نداره آرش، ولی خب مطمئنی تا فردا میتونی جور کنی؟ اصلا نمیمونم پیشت، میرم. نه نه دیگه. خیلی خب، حالا که اصرار میکنی میمونم. من که اصراری نکردم که. چشات داره با من حرف میزنه، میگه بمون بمون، تو جایی رو نداری آرش بری. باشه میمونم، فقط به جاش اون دیشتون رو وصل میکنم، تنظیم میکنم، 4 تا کانال جدیدم برات میگیرم که دینی به من نشته باشی، یا من دینی به تو نشته باشم. جامم بندازم اون پایین دیش بخوابم، من میمونم. خونه ای داری پسر؟ خیلی باحاله. سلام من به تو یار قدیمی. سلام علیک. سلام یار قدیمی. سلام. سلام آقا چون دوستم آره. خودش زبون داره پسرم. بابات من. سلام. سلام آقا. کجا تشریف میبری پسرم؟ من با ایشونم داریم میریم ماهواره تو رو نصب کنیم. ماهواره از کنم، ما توی این خونه شبا ماهواره نصب نمی کنیم. شکون نداره برای ما. الان چه روزه؟ خب شب میشه. شب میشه. الان 3-4 ساعت دیگه شب میشه. باشه باشه. پس من میخوابم. صبح که بلند شدم هوام روشنه. ماهوارتون رو نست. شما ساکت باشه.
بذار عزیزم دارن. مگه شما قرار اینجا بخوابی؟ بله. مگه اینجا هتله؟ نه خونه دوست آدم مثل خونه خود آدم. آها من پرام یه رژیم سختی گرفته، بعد به قرصاش اهمیت نمیده. دکترش گفت من بیام پیشش که قرصاشو سر وقت بهش بدم. پس شما تو کار قرص هم هستید؟ بله بله. ببین این داره شاکی میشه. نه بابا چه شاکی، داره میخنده بابا. پس هرچی آتیشه از گور جنبانه بلند میشه. خوب حواسش جمع کن، اگه یک دفعه دیگه در خونه من یا دور بر خونه من باشی، میرم مرغام از مرغاده میارم اینجا تا بشینن و وقتی من قلمای پای تو رو میخورم بشینن با تا صبح برای تو زارزار گریه کنن. فهمید یا نه؟ فهمید یارو فهمید. یارو فهمید؟ آره فهمید. شما ولی مثل که نفهمید که نه نه من همون یارو هم. یاروی شما؟ من فهمید. جدی گرفتی قصه؟ بله حرف شما. فکر نکنم. جدی گرفتم. جدی محتم؟ آره آقا. خاطر جمع باشم؟ بله. پس خوش اومدی بسم. از جلوش شما خفه شدی. باشه خدا. خوش اومدی. بگو پسر جان. اونجا توی منزل منه. اینجا در خروجی، اگزایت این طرفه. باش. خیلی خوش آمدی پسرم. خدا. خیلی خوش آمدی عزیزم. خدا. برو تا حلقت نخوردم. باش. آقا جون چرا منو جلو دوستان خراب میکنی آخه؟ برو بلند بابا. برو بالا. برو خوش آمدی بودو. بودو تا تو رو هم خوردت نکردم جلو رفیقت. بودو. بابا مردم، ای میگم به تنها بکش دارم میافتم. من شانس آوردم مدل بتمنی اومدم بالا، فقط منو بتمن میتونه این مال کنه بیایم بالا. بابا چی رو بکش 200 کیلویی من که نمیتونم بکشم که، خسته شدم. ببین از کتکول افتادم. خیلی خب تو راضی نیستی، من اصلا با همین تنها برمیگردم. بابا بشین دیگه. بابا بشین، چرا خودتو لوس میکنی؟ ببین من فرز عمل میکنم. به هم قدیما میگفتن آرش شبه، این شبه میام و میرم. یاد رو فقط توالت میشه نه؟ توالت بابا بیا بیرون دیگه، الان یکی میاد داری چی کار میکنی؟ خیلی خوب دیگه، من استرس نده بس تمرکز کنم. بابا تمرکز کنم چی رو تمرکز کنی؟ مگه داری جدول حل میکنی؟ بیا بیرون. پسر جان تو داری با کی صحبت میکنی توی محیط خلوت؟ با هیچ کی آقا جون، با کسی صحبت نمیکردم، یعنی با خودم صحبت میکردم آقا جون. میدونی این دره هر کاری میکنم وا نمیشه، اصلا گیر کرده آقا جون، نمیدونم چیکار کنم. جدا میگی مطمئنی آره. کسی داخل نیست؟ نه آقا جون کسی داخل نیست. آره. ممکنه دایید باشه، اون گاگودا رو میبینی تو خوابش میبره. بابا آقا جون دایید دیگه خوابش اینقدر سنگین که نیستش که، نه کسی نیستش. مطمئنی؟ آره آقا جون نزن بابا، کسی نیست، من میدونم. خب باید یه کار کنی. چی کار کنیم آقا جون؟ باید برم یه چیزی، یه وسیله چیزی بیارم بندازم پشت زبونه این خب. این زبونش میاد تو، بعد اینو یه گول اینجوری میدیم سری در میکنه باز میشه میاد. اب ندارم شما بس... برو من هستم. برو بابا، بیا ببین چیکار می‌کنی دیگه. بابا این بابای تو چقدر استرس میده، مثلا کلا بی خیال شدم. تو تازه بعد یه ساعت بی خیال شدی؟ ای بابا سلام. ای بابا نگاه کن باز این پسره رفت، به درد هیچ کاری نمیخوره، پسره بی ارزه. خوشم از این آقای سروش. وای فرستادی من رو ببره خرید، نمیخوام. خوب من نفرستادمش، این رفته سراغ کار اسپانسرها، دنبال کار من میبینم این از تو پیداش نیست. ای چی کار کنم؟ باشه من رسیدگی میکنم. باشه بای بفرمایی. جناب سروش خسته نباشید. باشه کجا تشریف داشتین شما؟ من اتفاقا راجب همه قضیه میخواستم خدمت برسم، مبسوط با هم بحث بکنیم راجبش. چون ببینید من صبح که از خدمت شما مرخص شدم، یک سره دنبال کارهای مجموعه بودم، دنبال مطالبات، دنبال برقراری ارتباط جدید با اسپانسرها، دنبال کشف استعدادهای جدید برای شبکه. واقعا من دیگه دارم کم میارم. اگر لطف بفرمایید یه تجدید نظری بفرمایید توی حقوق بنده، من خیلی ممنون میشم از شما. آخه اضافه حقوق میخوای؟ ببینید حالا نه به اون شکل، در حد شفاهنم یه چیزی شما به من بگید که یه انگیزه در داخل من به وجود بیاد، من واقعا سپاسگزار میشم ازتون.
این لطف در حق خودم بکنی. سروش جان، هیانم در خلال این انرژی و تلاشی که برای ما داری به کار میبری و برای شبکه، که من واقعا ازت ممنون و سپاسگزارم، اگر که یک بار دیگه این پای ساب مردتو بذاری دم در خونه ما، من قلم پاتو میشکنم. مگه تو قرار نبود بری از دایی و پسر دایی پول بگیری بیاری؟ خب من رو تو حساب کردم. من دائما با اینا در تماسم. ببینید شما ملاحظه بفرمایید، این لیست تماسای بنده است. این که شماره لیلیه، بعدش اعتباری لیلی، دستی نیلوفر، زن من. نه فیل عمودی؟ این آقا هست سر کوچه‌تون میشینه تو اون دکه این بیل بلکره هوا میکنه، من اینو ترسم اسمش یادم بره. فیل عمودی، فیل عمودی شده ها؟ مستر جونز؟ موزم تلفنیه. همسایه صبور، به همسایه ما هم زنگ میزنیم؟ صبح من هر چی تلاش کردم با لیلی خانم صحبت کنم، هیچ کدوم از خطا رو جواب ندادم. مجبور شدم زنگ زدم همسادتون. همسادتون رفت ایشونو صدا کرد، دیگه لیلی خانم تو عمل انجام شده قرار گرفت. فقط یه اختاری بهت بدم سروشم، اگر احیانا این پروژه دایت نشه، بلافاصله میرم سراغ پروژه یکی دیگه از فامیلاتون، یه فامیل نزدیک، و اگه اونم نشه با تیپا بیرونت میکنم. آقا اومد. کی؟ فرمون میگه کی؟ فرمون که میگن اومد؟ اینه همه چرته بنامو شیشوه اصل و فر پول رو یک جا بدی یا یه برنامه برای من بسازی. ما که هر برنامه ساختیم که شما خوشت نیومده که. من تضمین میکنم که اصل و فر رو برمیگردن. آخه یه پروژه بزرگ در دست داریم. من یه حرف حالیم نیست، میخوای امروز پولت کنم؟ آقا اجازه بدید، خواهش میکنم یه چند لحظه اجازه بدید. آهان شما ارتفاعتون نکه زیاده، این دندونتون به نوک جگرتون نمیرسه. من خواهش میکنم از اون عزیز که قدش بلندتره، داداش قربونت برم، شما اگه دستا تمیزه یه دندون بذار سر جگر ایشون، یه 5-6 روز به ما فرصت بده، من در خدمت شما هستم. به اتفاق در خدمتی. آقا دریابی جناب شریک، خواهش میکنم شما یه لحظه همونجا بایستیم، من در خدمت رو هستم، صحبت بکنیم از دور با هم دیگه، در خدمتیم. قربون سر. نه بعدم اصلا یه اتفاق حالا اصلا آقا گرفتیم، من فول شدم، من تای من یه سکه میفته، بخوای باش چی بگار بکنی، یه دونه تلفن در اون شهری این سکه یا بتونه زنگ بزنی. بعد چرا این بنده خدا رو میخوای بیدومادش کنی؟ منو میخواییم پول کنیم؟ اینه بیا فور ندیگه. من تضمین میدم که من برمیگردم اصل و فر واسه فایده نداره، شما بخواهی اینو پول کنیم این پول کنیم. باش 4-5 به فرصت میدم. ضرور دفعه دیگه نمیام اینجا، ما میرسیم خدمت با پول. نزار دیر بشه. نه دلگیر میشه. یادتون نره فقط 4-5 روز دیگه بریم. خبر همه شخصی تو. چرا؟ من میرم اینجا باید صحبت کنم. سروش فقط مغازر باش، برو به این زنگ بزن. بله چه فقط اگر خدای نکرده اتفاق بعد درتون افتاد، خیلی مراقب خودتون باشید. بعدم خیالتون از بابت لیلی خانم برو زنگ بزن. بزن به این بله چه شما نکه هیکلتون یه مقدار طویل درشتید، شما دندونتون به نوک جگرتون سخت میرسه. بگید ایشون یه 2 دقیقه اینا همه چرته. اوه 6 ماهه از من دو فرصت میدم. ضرور دفعه دیگه من نمیام اینجا، ما میرسیم خدمت با پول. نزار دیر بشه. نه دلگیر میشه. نه
خوشحال باشی. بخوام مردونه با من مبارزه کنی. یکی از ما از این در خونه میره بیرون، یکی اینجا با قتل میرسه. آقا تاها کار از این بریم.